چه اسمی توصیه میکنین تایتلش باشه؟ چه عنوانی رو بذارم؟ آب باد خاک آتش؟ آب باد خاک آتش مرسی. لبتون خشک دنبال آب میگردیم حتما به منبع آب میرسیم، به سرچشمه میرسیم. دلیلش هم اینه که اون تشنگی رو روی لب شما آبی گذاشته که منتظره شماست. ما یک ثروت بسیار زیادی در اون معماری سنتی ایران داریم که ارزشش رو وقتی ما متوجه خواهیم شد که اینا رو ما به فضا ببریم، یعنی ما وقتی شروع کردیم برای کره ماه یا مریخ طرح کردن بر اساس معماری یزد و کاشان و گذشته ایران، وقت متوجه میشیم که 4500 سال معماری خاک ایران چه ارزش بزرگی داره. اون چی که شما در کنار خودتون داریم حقیقتاً گنجینه بسیار با ارزشی است که باید ازش استفاده بکنید و همه چیز در این جهان امروز ممکنه و ما میتونیم که این رو یاد بگیریم و به جهان امروز یاد بدیم. این نیستش که ما به گذشته برمیگردیم، در حقیقت بهترین گذشتمون رو برمیداریم و به آینده میبریم و با شناخت اینها ما میتونیم حقیقتاً در جهان امروز ارزندان کنیم و کارهای مفیدی اجابه داریم که در زم محرومین جهان رو هم بتونه مسکن بده. الان فعالیت های ما در مثلا در زلزله پاکستان یا سونامی یا دارفور سودان اینا همه نشون میده که چطور شما میتونید در یک جای دنیا، هر جای دنیا برید و زیر پاتون رو بکنید و با همون خاک برای خودتون مسکن بسازید. این تکنولوژی فناوری بسیار با ارزشی است که ما باید از پایه یاد بگیریم تا بالا. توی اسکان موقت و اسکان سریع چقدر موفق بودیم؟ در این از لحاظ ساختمان و سازمان ملل و اینا ما همه موفق بودیم. مشکلی که ما در اسکان های پناهندگی داریم نیست که چون اینا پورساز نیستن، هیچ دولتی زیاد دوست نداره داخلش بشه. بله، حتی اونایی که ما در نزدیک خلیج فارس ساختیم بعد از با خواسته سازمان ملل، بعد از پناهندگان عراقی که اومدن اینجا چندین سال پیش، اینا همه موفق بودن. بله. ولی کسانی که سردمداران کاری در اونجا هیچ وقت حاضر نشدن که این کارا رو ادامه بدن، چون گفتن این دقیقتا نفعی برای کسی اینجا نداره، به خصوص وقتی که در موقعهای ضرورت و صانعه های بزرگ پولای خارجی میریزه در داخل ایران یا یک جای دیگه، در اون موقع همه البته چشم دارن که به چه شکل اون پولا رو مصرف کنن و تا برسه به کسانی که احتیاج دارن بهش باید صد پله بگیره که بره. اگر بهترین راهی نیست که ما اینا رو بیاموزیم خودمون و بهترینش رو بسازیم برای جهان امروز و اینا رو در اختیار کسانی که احتیاج دارن بگذاریم. خیلی دو تا سوال دارم. سوال اول هم این که چرا سایت هسپریا رو انتخاب کردیم در امریکا؟ دلیلی که ما اینجا رو انتخاب کردیم اینه که اینجا بهترین نمونه برای لابراتواره. چرا؟ در اینجا ما در زمستان یخ و برف داریم، در تابستان حقیقتاً گرمای بسیار سوزان اینجا هست، طوفان‌های زیاد اینجا میاد، باران‌های ناگهانی میاد و بیش از همه زلزله خیزه. پشت همین کوهایی که می‌بینید از اونجا 30 مایلی اینجا مرتب زلزله میاد و این بهترین آزمایشگاه برای ما. من فکر کردم که ما باید این کارامون رو در جایی انجام بدیم که حقیقتاً آزمایش پس بدن و الا برای جای ایدئالی که بتونه من لذت ببرم ازش فقط این کافی نیست، چون جواب احتیاجات مردم دنیا رو نمیده. بنابراین اینجا رو ما انتخاب کردیم به خاطر اینکه وقتی در اینجا شما کاری رو انجام دادید، آزمایش کردن و به شما اجازه ساختمان دادن، تقریبا در هیچ کجای دنیا نمیتونن دیگه سوال کنن که این ممکن نیست، چون در کالیفرنیا شده، غیر از ایران که البته ما هنوز 3 سال قبل یه نامه دادیم با تقاضای خودشون که مدارک بفرست نامه بده، ما الان منتظر نامه، جواب نامه ایم. غیر از ایران همه جای دنیا اینا رو براش ارزش زیادی قائلن
و البته مشکلی که گفتم هم نیست که این در اینا پولسازی زیاد نیست، چون همه افراد میتونن برن خاک رو بکنن بسازن، ولی این چیزی که مهمه به خصوص آرشیتکتا اگر حاضر باشن که یک مقداری از خودمحوری پایین تر بیان، یه مقداری نرخشون رو پایین تر بیارن، فیا رو کمتر بکنن، بی اندازه کارفرما وجود داره در این جهان یا در ایران. این کارفرماها میتونن ما رو همیشه مشغول کنن و کارهای ما رو با زندگی ما خیلی با معنی کنن. و در پایان من بگم کاری که باید آرشیتکت ها ایرانی بکنن و تقاضای من اینیست که جوان ها بکنن، اولا نترسن از هیچ طرحی که میدن با هیچ شکلی، چون همه چی ممکنه. دوباره این که یادشون باشه بهترین الهاما در اشعار عارفانه مولاناست که در اونجا به ما میگه که تو به هر حالی که باشی میطلب، آب میجو دائما ای خشک لب، این لب خشکت گواهی میدهد کو به آخر بر سر منبع رسد، اندر این ره میتراش و میخراش تا دم آخر دمی فارغ نباش. یعنی تا لحظه آخر زندگی باید کوشید در باور خودمون، در آرمان خودمون، در اون چی که کار میکنیم و ببریم. و این اگر در یک محل خریدار نداره، در همه جای دنیا خریدار هست برای این موضوع. و به یه جایی میرسید که اصلا ما دیگه مثلا دنبال خریدار هم نیستیم، خود کار به یه حدی میرسه که رضایت خودتر و الهامی که بر ما به وجود بیاره دیگه دنبال رفتن کارفرما و اینا لزومی نیست. شما خودت میتونی کارفرمای خودت بشی، همینطور که میبینید در اینجا. بله. تمام این بناها اینا رو ما با دانشجوها ساختیم بدون اینکه کارفرمایی داشته باشیم. بله، موفق باشید. من سوال دوم البته قسمتش رو جواب گرفتم، توی سوال اول خودتون جواب دادین، ولی یه بحثی که هستش بحث تنوع پذیری تو معماریه که همیشه معمارا دوست دارن که کارشون رو یعنی به اون مرحله ای برسونن که کاملا نو باشه. بله بله. نو. فکر میکنین این کانسپت شما این پوشش رو بتونه بده که ما به معماری های خیلی خیلی متنوعی برسیم؟ من فکر میکنم اینها شاید تنها معماری باشه که بتونه جواب اینا رو بده. شما برای نمونه شما نگاه بکنید که انسان، 6 میلیارد انسان در این دنیا وجود داره. این 6 میلیارد انسانی که در این دنیا وجود داره فقط یه صورت دارن و در این صورت دو تا چشم دارن، دو تا ابرو دارن، یه بینی، یه دهن. شما ببینین ما تقریبا همه رو میتونیم از دیگری بازشناسی کنیم با این یک فاساد خیلی کوچیکی که به نام صورته. فقط با تغییر کمی چشم بالا پایین بودن، پهن بودن، لب فرق کردن، شما میبینید یک نفر ژاپنی میشه یا ایرانی میشه، فلان میشه. بنابراین ما لازم نیست برای اینکه بگیم یه نوآوری میخوایم بکنیم بیایم کله شخ رو بکنیم بگیم کله دیگه بذارین که ما نوآوری بکنیم، این لازم نیست. خاک داریم ما، آب داریم، آتش داریم، باد داریم، اینا تمام عناصری هستن که میتونن خونه رو گرم کنن، سرد کنن. و حالا شما دفعه قبل که من در یزد بودم پیشنهاد دادم که حالا ما بیایم بادگیرای قدیمی یزد رو که الان کنار گذاشتیم تمام اینا رو داخلش سولار پنل بذاریم، یعنی در موقعی که حتی باد در یزد نیست اینا میتونن باد رو به وجود بیارن، متوجه این؟ با این همچین جهش هاییست که ما باید به اونا فکر بکنیم. تمام مسائلی که ما در اینجا مصرف میکنیم یا در فضا همون چهار ارکان آب و باد و خاک و آتش هستن که همه چیز از اینا برمیخیزه. بله. ما میتونیم از اینا استفاده کنیم. بنابراین اون پویایی و اون نوآوری تمام در این کار هست. من خاک همه جا میشه مگر اینکه خاک جنگلا باشه که برگ و اینات که باید به خاک طبیعی برسه. بله. میتونه بنابراین نوآوری و اینا میبینن چیزایی که ما اشتباه میکنیم. در چیز موسیقی فقط 7 نوت بیشتر نیست که. بله. ببینیم تا ابد این میتونه متفاوت باشه. این 30 سالی که من این کار کردم در حقیقت یک خوشبختی. شما خیلی سال تو ایران کار میکردید؟ بله، همین رو هم رفته 30 سال میشه. بله. کارم، چون قبلا من کارم متخصص آسمون خراشا بودم میشه دیگه، بعد ول کردم و یه موتور خریدم رفتم بیابونه ایران. بله، من کتاب چون تنها دویدن. بله، اون من کتاب خوندمش. بله، ولی باز برمیگردیم به اون اساس اولیه. ساختورایی که اونجا ببینید تمامشون ساخت شده، اونا تمامشون در حقیقت تاکسیکن، یعنی مساله اونا سمیه.
یا تخت سلایی که میسازن تمام با چسبه، یا نمیدونم حتی قالیش موکت زیر پاشون. اینا الان یکی از مشکلین ترین چیزهای برای امراضی که به وجود میاد، میگن که به خاطر اینکه اینا تاکسیک انوایرمن به وجود میارن، در حالی که شما با خاک و مساله نمیتونید. مشکل اصلی ما برای این تبدیل نیست که ما بتونیم اینا رو بتونیم تلفیق کنیم، با هم در هم بسازیم. اگر در یه جایی ما فکر کردیم آقا اینا قدیمی نوآوری نیست، یعنی باید ما در خودمون نوآوری رو به وجود بیاریم. اینا از دید عرفان به اینا رسیدند. بله. کسانی مثل اینشتین و دیگران از دید فیزیکی رسیدن، مثل داروین از دید فیزیکی رسیده، فیزیولوژی رسیده به تحول تکامل کارش. مولانا از دید عرفانی رسیده به اونجا که چطور عناصر عوض میشن، در آغاز جامد بودن بعد به خاک برسن بعد فلان میشن، یک مدتی ارکان بودم، یک مدتی ایوان بودم، یک مدتی چون جان بودم، جانانه شو. اینا همش تمام همینه دیگه. یعنی باید اونها رو ما بیاموزیم، نباید واهمه داشته باشیم که همه چیز ما باید مثل غربی ها باشه بعد قبول کنیم اونها رو. میدونیم چون معیارهای ما معیارهای دست داده شده، ما یه مقدار زیادی مهندسای ما در ایران همه ما رنگ باخته شدیم، رنگ خودمون در مقابل غرب باختیم و ترسمون از باید حتما اینا به ما جایزه بدن و کارهای ما را قبول داشته باشن تا ما خودمون قبول داشته باشیم، و اینو باید ما یه تجدید نظر کلی بکنیم. اندکی جنبش بکنم چون جنین، تا ببخشن در دو چشم نور بین. این جنین انسان وقتی که حرکت میکنه بهش دو تا چشم میدن، بعد دو تا دست میدن، دو تا پا میدن. این مولانا نمیگه که حرکت کنیم، کاری بکنیم، دنبال این ایده تو باشیم. صبح که شما از خواب بلند میشین، حقیقتا اگر یک دریم یا ایدئالی نداشته باشیم، هرگز اون روز شما روز معنیداره در زندگیتون نیست. و برای موفق شدنتون هم باید فقط دو کار بکنید در زندگی دیگرم، در این ره میتراش و میخراش. قلم نیایتون میتراشیدن، کاغذ بریم میخراشیدن، از اینشین که فقط همون کار رو که میکنید در حقیقتا جزء آرمان شماست، اینا رو فقط ادامه بدید. لبتون خوش که دنبال آب میگردیم، حتما به منبع آب میرسید، به سرچشمه میرسید. دلیلش هم اینه که اون تشنگی رو روی لب شما آبی گذاشته که منتظر شماست، و یا الهامی که در دل شما میشه و فکر میکنید نشستم و خودم بخوام دنبال این راه برم، نه، این الهامی شده برای موضوعی که میخواد به وجود بیاد. وقتی بخواد اینا منفست بشن، یا به شورت به صورت الهام در شما میاد، و دیگه تنها کاری که میکنی تو اینیست که اندرین رحمی تراش و میخراش، تا دم آخر دمی فرق نباشه.